بله بله پارچه های دیگری هم داریم. بله از بدا بله بشنگ هست بودو گرم از بدا بله بشنگ هست به السلام علیکم شیخ حضرت عنوان شما و بازار کوفه سلام عمر خسته نباشی به کوفه خوش آمدید هوس دیدار دوستان کرده بودم هوس دیدن دوستان یا همه تو رو میشناسن عنوان بازرگانی که پس از سالها سفر تجاری به اقصا نقاط عالم اکنون تن به مهنت پیری سپرده و اموال خیش را دستمایه تجارت دیگران کرده هر که تو را در شهر یا هر جای دیگر از عراق و حجاز ببیند قبل از هر چیز به یاد بدهیهایش میفته چه میگویی عامر؟ این حرف تو دست کم در مورد خود تو صادق نیست من که به تو پولی ندادم که با دیدن من به فکر پس دادنش بیفتی آری تو به من پولی ندادی چون از من خوشت نیامد تو تنها به کسانی قرض میدهی که از دوستان یا همکیشانت باشن منظورت چیست؟ خودت بهتر میدانی آنگاه که چند صد درهم از تو خواستم که دستمایه داد و ستد کنم چه بهانه یاورد بهانه کدام از مرد؟ تو از من چیزی خواستی که امکانش نبود فراهم کردن 100,000 درهم آن هم در یک روز کار آسانی نیست اکنون هم که به یاری خدا به آن چه میخواستی رسیده ای؟ آری همه ی راه های کسب و کار به کسانی چون تو ختم نمیشود عنوان راهی نکوست که در آن صداقت در گفتار و سلامت در کردار باشد و رضای خدا نیز در نظر گرفته شد من از این سخنان بسیار شنیده اما در عمل نه گمانم این را میگویی که دختر جوانت گمان کند پدرش در رفتار و کردار سالم و صادق است خدای ما را ببخشد امیدوار از حرفم دلگیر نشو عنوان در خدمت باشیم بیشتر با هم سخن بگوییم ممنونم وقت تنگ است و باید به زیارت سایر دوستان برویم باشد برای بعد خوش آمد سلام علیکم یا شیخ سلام علیکم سلام عرضو این همان صرافی مؤمن طاغس که قبلا دربارش با تو سخن گفت نمیدونم چرا بسته است برم سلام سلام مالک مالک همه آمدند بله همه آمدند شاید ماموران باشند ساکت نکنم جاسوس هست در راه کسی دنبالت نبود نه صبر کن ببینم صبر کن جابر شما بروید داخل بروید بارو بارو بروید بارو ما
نگهدار. این رسم مهمان نوازی است؟ زوبه فکر نمی کردم به این زودی دوباره ببینم. من گمان کردم این جوانک میخواد جانم رو بگیره. کی آمدی؟ اینجا رو چگونه یافتی؟ کوفه پر از جاسوس و خبرچین است. به تفریح و سیاحت که نیامدی؟ کدام جاسوس؟ باز اگر هم باشد به من چه کار دارم؟ بفرما. خوب است بدانی اینجا به کل با بصره متفاوت است. مردم اینجا اعتقادات گوناگونی دارند و تا پای جان به این اعتقادات استوارند. بیشترین مخالفان خلیفه و دوستان و یاران مولایم جعفر ابن محمد در این شهرند. از این رو عاملان خلیفه همواره آنها را تحت نظر دارند. در این شهر حتی به در و دیوارها نباید اعتماد کنی. اینها که گفتی هیچ ارتباطی به من ندارد. من با هیچ کدام نیستم. نه با دوستان مولایت سر و سری دارم، نه علاقه به خلیفه و اطرافیانش. پس در این شهر چه میکنی؟ تو نمیدانی؟ آره میدانم، اما باید بسیار احتیاط کنی زبیر. تو از زندان بصره گریخته ای و حاکم بصره در اینجا عاملان فراوانی دارد که برای خوش خدمتی یا گرفتن چند سکه بیشتر از هر آنچه که میبینند چشم نمیپوشند. لعنت بر این حاکم که هر چه میکشم دست اوست. زندگیم را تباه کرده. مگر اتفاق تازه ای افتاده؟ نه چیزی نشد. بقیه کجایند؟ انبان، زلفا. عجله نکن، آنها در کاروانسرای کوفه هستند. به موقع نزد آنها هم میرویم. فقط باید مراقب باشیم توجه ماموران حاکم جلب نشود. اکنون اگر میخواهی در کلاس درسی که مالک تدارک دیده شرکت کن. کلاس درس؟ آری کلاس درس. حکیم اگر اجازه دهید من سوالی دارم که مطرح کنم. بفرمایید. خداوند می‌فرماید در قیامت به طور حتم از نعمت‌ها سوال می‌شود. حال منظور از نعمت‌ها چیست؟ ما نمی‌دانیم. از جناب ابو حنیفه پرسیدم، ایشان فرمودند منظور خداوند غذاها و میوه‌های لذیذ و آب گوارا در تابستان است. حال میخواستم نظر شما را بدانم. از ابو حنیفه که سالها نزد مولایم جعفر ابن محمد کسب فیض کرده همچین پاسخی عجیب است. پس منظور از آن آیه چیست؟ ببینید، اگر من میهمان شما باشم و شما با انواع غذاهای لذیذ از من پذیرایی بکنید و مرا در مورد همان غذاها توبیخ کنید چگونه است؟ خب اگر کسی چنین کند بسیار بخیل باید باشد. خداوند که از این صفت مبراست، پس چگونه میتواند در مورد این نعمتها ما را مؤاخذه کند؟ خب پس منظور از سؤال در آیه لتسألن یوم اذن عن النعیم چیست حکیم؟ مقصود از نعمتهایی که در روز قیامت از آن سؤال میشود خاندان رسالت صلوات الله علیهم است. یعنی خداوند در روز قیامت از بندگان خود در مورد پیامبرش و اهل بیتش که بزرگترین نعمت‌ها هستند سوال می‌کند که آیا از رسول من و اولوالامری که شما را به تبعیت از آنها سفارش کردم اطاعت کردید یا نه؟
به گمانم این همان مطلبی است که ابو حنیفه فراموش کرده. کاش میگذاشتی همراهتان بیایم پدر. با اوضاعی که در کوفه دیدم تو همینجا بمانی بهتر است دخترم. پس شما هم بهتر است مراقب خودت باشی. ممکن است این مفضل نیست چون زراره مورد تهدید و تعقیب مردان خلیفه باشد. زبان املان میترسم شما را نیز در صف دوستان او قرار دهند و به بندتان کشند. آره، ممکن است مردان خلیفه او را نیز زیر نظر داشته باشند. نترسید، مردان خلیفه با آدمی چون مفضل کاری ندارند. گوشهای تیزی داری پیر مرد. در کوفه گوشها باید بیشتر از دستها کار کند، وگرنه دخل و خرجمان جور در نمی آید. تو مفضل را می شناسی؟ همه او را می شناسند. مردی که در مسجد از خدا سخن می گوید و نمی دانم در خفا با دیگران چه سر و سری دارد. می گویند با حاکمان سرش در یک آخر است. کجا می توانم نشانی از او بیابم؟ هر روز در مسجد شهر برای مردمان موعظه می کند. برای اصفا هم علوفه بیاور. به چشم. مراقب خودت باش. نگران نباش دخترم، خطری تهدیدش نمی کند. تو بهتر است مراقب خودت باشی. اگر یک بار دیگر بفهمم دزدانه به حرفای ما گوش میدهی، مجبور میشوم کار و کاسبیت را کساد کنم و تو را از داشتن گوش محروم. گوش کن سر، آنچه با تو گفتم به خاطر بسپار و به دیگران نیز بگو. دیده یه منت حکیم حتما کاش عمری باقی باشد تا در خیلی مردم بخدمت باشد. خبر خواهم داد، خبر خواهم داد. فقط بچه با یکی یکی بروید، مراقب باشید. به سلامت. خدا نگه. خدا شما را برای ما حفظ کند حکیم. در پناه خدا. صبر کن جابر، من نفهمیدم چرا اون موقع گفتی باید مخفیانه به دنبال انبان و زلفا برویم. مگر گناهی مرتکب شدند؟ تعجیل میکنی زبیر، صبر داشته باش. چطور میشود انبان تاجر بزرگ بصره در این شهر امنیت نداشته باشد و از عمال حکومت بترسد؟ همینقدر بدان که او یک علوی نامدار است. علوی؟ آری، او از کسانی است که بسیار به علویان و مولایم جعفر ابن محمد علاقه دارد. اکنون نیز به همین منظور در کوفه است. پس بگو چرا حاکم بصره در پیان هاست؟ بعید نیست تا به اینجا هم به دنبالش آمده باشند. برای همین میگویم باید مراقب باشیم. من حاضرم حکیم. من باید به دیدن چند تر از دوستانم بروم. این خانه فعلا امن است. میتوانی همینجا استراحت بکنی. اگر هم گرسنه شدی با نان و خرمایی که هست خود را سیر کن. خدا نگهدار. خدا نگهدار. اتهام راهزنی کم بود، حالا دیگر مهر علوی بودن هم بر پیشانی هم بر پیشانی. فقط به خاطر زلفا همه چیز را مهز کرد. به محض آنکه او را به دست آورم، یک لحظه هم درنگ نمی کنم و جابر را دست و پا بسته به ماموران حکومت می سپارم. خود در پی اقبال می روم. اقبال اکنون که اقبال بد به من روی کرده، چگونه می توانم این کار را بکنم؟ این کار از رسم مردانگی به دور است. زلفا هم کرده نیست. اگر روزی بفهمد که به جابر خیانت کردم چه می شود؟ پدر و برادرانم را چه کنم؟ نه، باید کار جابر را یک سر کنم. این علویون دیر یا زود به چنگ ماموران حکومت می افتند.
من باید به فکر خود باشم. بهتر است قبل از هر چیز سیر کاروان سر بزنم. شگفت، شگفت از آفریده‌ای که خیال می‌کند که خداوند قابل شناسایی نیست. اما مصنوع بودن خود را ملاحظه می‌کند و اونچنان نظام دقیقی می‌بیند که عقلش را حیران و انکارش را باطل میکنه. پیر شده این دوست ما مفضل. به جان خودم سوگند اگر این افراد اندکی به آفرینش، به عظمت هستی، به وجود آمدن موجودات و حقیقت تکامل، یعنی از شکلی به شکلی دیگر رسیدن، فکر کنند، دقت کنند، به خالق اون پی میبرد، زیرا که هر پدیده خاصی دارای نظام خاصی است که دلالت بر خالق مدبر و حکیم آن میکند. به هر حال برادران من، امیدوارم اون چرا که امروز خدمت شما عرض کردم مورد رضای خدا و خلق خدا باشد. خداوند به شما عزیزان جزای خیر عطا کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. یا به به، السلام علیک عنوان بصری. سلام بر تو عامر. تاجر بزرگ بصره هم به مجلس مفضل آمده. آیا در این کار خلافی مشاهده میکنی؟ در شگفت. بازرگانی چون تو که باید به دنبال گردآوری مال و تجاره و سود حاصل از تجارت باشد، چگونه وقت خودش را صرف شنیدن سخنان این مرد میکنه؟ من که عمری به گردآوری اموال پرداختم و اکنون وقت بهره گرفتن از علم دانشمندان است. اما تو اینجا چه میکنی عامر؟ تو که تازه کیسه برای پر کردن سکه های طلا دوخته ای اینجا چه میکنی؟ سخنان عالمانه یا این مرد آنقدر ارزش دارد که ساعتی کسب و کار را رها کرد و پای منبرش نشست. البته تنها عیبش این است که با حاکمان و درباریان سازگار است، مانند زراره که او هم... زراره؟ آری، او را دیده ای؟ مرا با زراره چه کار؟ سلام بر مفضل ابن عمر کوفی. سلام بر عنوان بصری. تو اینجا چه میکنی مرد؟ خسته نباشی. خداوند عالم وارسته ما را حفظ کن. سالها بود که توفیق دیدار تو را نداشتم. برای تجارت آمدی؟ نه شیخ بزرگ، البته برای تجارت کمی دیر شده. آمدم تا دوستانم را زیارت کنم و آنچه از اموالم نزد آنان است گرد آورم. پس باید به خانه ما هم بیایی، چون به هر حال ما هم جزء بدهکاران تو هستیم. البته چیز قابل ذکری نیست، ولی چون فرمودید مزاحمتان میشم. بفرمایی، بفرمایی، بفرمایی. اگر سلامت چشمان خود را می خواهی
آنها را درویش کن. با چی کار داری؟ من از همراهان این کاروانم. در اینجا وعده ملاقات دارم. از همراهانشان هستی یا دزدانه تعقیبشان میکنی؟ بهتر از سر در کار خود داشته باشی پیرمرد. تو اینجا چه میخواهی؟ سلام بر شوقی عزیز، یار با وفای سرورم انبان. ما نمی کردم بار دیگر ببینمت. برای چه؟ ما که رفیق نیمه راه نیستیم. سلام. ما به همراهی رفیق راهزنی چون تو نیاز نداریم. من چه باید بکنم تا تو بفهمی زبیر عاشقیست دیوانه نه راهزنی بیره؟ برای چه به کوفه آمدی؟ بدون تو ماندن در بصره مانند ماندن در آتش جهنم است. بصره بدون تو صفایی ندارد. برای من هم دیدن تو مانند دیدن آتش جهنم است. بهتر است دنبال سرنوشت خودت بروی. من جایی نمی روم. سرنوشت من با سرنوشت تو گره خورده. اصلا آمدم تا تو را همینجا از پدرت خواستگاری کنم. فهمیدی؟ اگر قرار است سرنوشت من و تو در هم گره بخورد، ترجیح میدهم همین الان آن گره را پاره کنم. مگر من چه کردم که این گونه با من رفتار میکنی؟ به خدا قسم، نه مرا با کاروانیان پدرت کاری بوده، نه در مرگ مادرت تقصیر داشتم. من تا کی باید تاوان کار نکردم را بپردازم؟ لعنت به من که گذشتم را به خاطر عشق تو سیاه کردم و تو روزگار من را به خاطر آن گذشته سیاه میکنی. لعنت به من. همین را میخواستی؟ ببین کارم به کجا رسیده. روزگاری جرأت نداشتی در چشمانم نگاه کنی، حالا مسخره‌ام میکنی. بکن. ناراحت نشو، این جادوی عشق است که مردانی چون تو را از آن بالاها به پایین میاندازد. این تازه اول راه است، باید غرورت را هم قربانی کنی. هر کاری که باعث شود او را به دست آورم میکنم. ولی راه سختی در پیش داری. با این زبان درازی ها هم به جایی نمیرسی. گرچه حکیم سفارشت را به سرورم کرده. جابر سفارش مرا کرده؟ آری، نمیدانم به چه دلیل، ولی حکیم به تو اعتماد دارد. ای کاش زلفا به من اعتماد. به هر صورت هرچه هست گره کار تو به دست حکیم باز می شود. به دست جابر باز می شود. سرورم، خبری شده که مرا خواسته اید؟ یعنی نمیدانید که چه شده است سامی؟ انشالله که خیر است. وای به حال حکومت بصره که حاجب دربارش انقدر بیخیال است و بیخبر. اتفاق ناگواری افتاده؟ یعنی به راستی نمیدانی که در خراسان چه اتفاقی افتاده است؟ خراسان؟ میدانم سرورم، خدا را شکر. به ما ارتباطی پیدا نمی کنم. چطور ارتباطی ندارد احمق؟ منصور دوانقی توانسته ابو مسلم خراسانی را از میان بردارد. ابو مسلم خراسانی کشته شد؟ آری، همکنون خراسان بزرگ بدون حاکم است و بهترین فرصت برای ما که حکومت آنجا را نیز به دست بگیریم. فهمیدم در سر حاکم چه می گذرد، ولی هنوز متوجه منظور سرورم نشدم. به گمانم دیشب زیاده روی کردی و عقلت زایل گردیده. شاید قربان، ولی حکومت بر خراسان کار آسانی نیست.
آن هم با آدم دندانگردی چون منصور دوانقی. وقتی حاکم مدینه بتواند با به بند کشیدن بزرگان بنی حسن دل منصور را به دست بیاورد، چرا ما نتوانیم؟ سرورم، حاکم مدینه چنین فرصتی داشت، اما ما چه میتوانیم بکنیم؟ فرصت مهیا هست و تومه در دست، فقط کافیست از آن بهره بگیریم. همین. نفهمیدم. حق با شماست. شاید دیشب زیاده روی کردم. همه میدانند که کوفه محل تجمع دوستان جعفر ابن محمد است و از همه مهمتر زلالت ابن اعین که خود به اندازه خزانهی برای خلیفه با ارزش است. تازه متوجه شدم سرورم. تنها فایده علویون همین است. جابر و انوان هم اکنون به سوی کوفه رفتند. بدون شک انوان در کوفه به دوستان علوی خود سر خواهد زد. چه بهتر از این که در میان آنان جاسوسی همچون زبیر را داریم که میتواند تک تکشان را شناسایی کند و مخفیگاهشان را بیابد. آنگاه به بهانه این که بر علیه خلیفه توطئه کرده اند دستگیرشان میکنیم. آلیس، بهتر از این نمیشود، ولی به این جوان راهزن نمیشود اعتماد کرد سرورم. برای این کار باید پیکی برای عامر بفرستیم. عامر؟ آری، عامر. از او بهتر در کوفه کس دیگری را سراغ نداریم. عالی سرورم، دهانش را پر از سکه می کنیم تا بهتر حرف ما را بشنود. پس وقت را هدر ندهید. اطاعت سرورم. راستی سامی؟ بله سرورم. برای عامر بنویسید به محض به دام انداختن جابر و انوان و دیگر علویون سر از تن زبیر جدا کنند. حتما سرورم. شما درد نکنه. بفرمایید، بفرمایید، راحت باشید، بفرمایید. هم نشینی با عالمی چون شما موجب نشاط و خرسندی روان آدمی می شود. وجود شما در کوفه غنیمتی است شیخ. شما لطف دارید. خوشحالم که شما را سلامت و تندرست می بینم. این روزها خطر همه جا یاران واقعی امام را تهدید می کند. بیشتر از اینها باید مراقب خودتان باشید. چرا کوفه این چنین است؟ اوضاعش از بصره هم خطرناکتر است. کوفه دخترم همیشه آبستن حوادث مختلف بوده، به خصوص از زمانی که منصور دوانقی قدرت را به دست گرفته. عاملان او در تمام شهر پراکندند و در پی کسب خبر از ارتباطهای بین دوستان اهل بیتند. کوچه های خالی این شهر بوی آرامش نمی دهد. در پس هر کوچه ممکن است طوفانی در کمین باشد. سکوت کوچه های کوفه بوی مرگ می دهد. و این روزها چقدر کوفه ساکت است. از دلاره چه خبر داری؟ در شهر نشانی از او نیافتم. دست یافتن به زراره آسان نیست. اگر عاملان حکومتی او را پیدا کنند، مرگش حتمی است. آخر به چه جرمی در پی اویند؟ نشر سخنان جعفر ابن محمد دخترم گناه کوچکی نیست. منصور به خوبی می داند اگر سخنان فرزندان پیامبر در میان مردم بیان شود و سینه به سینه نقل گردد، پایه‌های حکومتش هر روز سست‌تر خواهد شد. زراره هنوز به کتابت احادیث مشغول است؟ او برای انجام همین کار پنهان شده تا بتواند با خیالی آسوده تر کارش را انجام دهد. شما هم اگر خواهان دیدار با او هستید، باید به سراغ مؤمن طاق بروید.
اینجا چه میخواهی؟ اگر قصد ماندن داری حجره انتخاب کن. تو کار خودت را انجام بده و بیش از این فضولی مکن. مرا دست کم گرفته ای. خب بگو با چه کسی کار داری، شاید بتوانم کمکت کنم. نمیدانستم که تو هم لاشخوری پیره مرد. عادت ندارم پیش از گرفتن چیزی بهایش را بپردازم. خب بالاخره میگویی با چه کسی کار داری یا نه؟ پیر مردی با دختری جوان. میدانم که در اینجا سکونت دارد. ساعتی پیش اینجا را ترک کردند. به گمانم خادمش هم از پی او رفت. مسکنش کدام حجره است؟ آن گوشه. همین همینم سرت زیاد است پیره مرد. بفرمایید بفرمایید. بیا از اینکه لطف کردید به دیدار یکی از وابستگان حکومت آمدید از شما سپاسگزارم. خدا شما را حفظ کنم. با اجازه. اگر زراره را پیدا کردید از قول من به ایشان سلام برسانید. به روی چشم. با امید دیدار. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار. در پناه خدا باشید. به سلامت. میگویم که تو چرا به من اعتماد کردی؟ کی گفته من به تو اعتماد دارم؟ اگر اعتماد نداری چطور مرا به خانه‌ات راه دادی؟ زیرا تو میهمان من هستی. شوقی میگفت تو در مسیر کوفه از من حمایت کردی و به انبان گفته ای که من فرد مورد اطمینانی هستم. پس امروز به کاروانسرا رفتی؟ آری، نتوانستم صبر کنم. آنها گفتند به تو اعتماد و اعتباری نیست. من هم گفتم زبیر هم مثل هر انسان دیگری اگر فرصت پیدا بکند میتواند تغییر کند و قابل اعتماد شود. تو از کجا مطمئنی که من تغییر خواهم کرد؟ بیا اینجا زبیر. نزدیکتر بیا. میبینی که این دو ماده هر دو بیرنگن. فکر میکنی اگر اینها رو با هم ترکیب کنم چه اتفاقی میافتد؟ من از راه رسم کیمیاگری تو هیچ نمیدانم. بسیار خوب، پس خوب نگاه کن. گمان نمی کردی به این رنگ در بیاید، نه؟ ولی دیدی زبیر، اگر به هر ماده‌ای دیگری اضافه کنیم تغییر خواهد کرد و به چیز دیگری تبدیل خواهد شد
باور کردنی نیست. زبیر، تو هم اگر بخواهی میتوانی به عنصر وجودت چیز مثبتی اضافه کنی و انسانی شوی محبوب خداوند و مورد اعتماد خلق خدا. پس میبینی که اگر بخواهی میشود تغییر کرد. آدمیان که مثل مواد تو نیستند. آنها هزار رنگ دارند و هزار چهره. هر لحظه ممکن است به یک رنگ درآیند. مثلا خود من. تو از کجا میدانی که من نیامدم تا تو را دوباره به زندان حاکم بصره برگردانم؟ نه، به راستی اگر قصد من چنین باشد تو چه خواهی کرد؟ یا مثلا آمده باشم زلفا را برو بایم و با خود ببرم. دیدی نمیشود به من هم اعتماد کرد. آدمیان هزار رنگ دارند و هزار چهره، اما هر یک باید رنگ خود را داشته باشند. تو نیز زبیر باید رنگ خود را بیابی، رنگی که شایسته آنی. سرنوشت من با سیاهی گره خورده، سیاهی که از روز اول گریبانم رو گرفته و رهایم نمی کند. این سرنوشت من است، تغییر هم نخواهد کرد. خداوند سرنوشت هر کسی را در دستان خودش قرار داده زبیر. تو نیز اگر بخواهی می توانی با از بین بردن سیاهی ها رنگی تازه به زندگیت ببخشی. بدان که با نزدیک شدن به خداوند رنگی خدایی خواهی گرفت، رنگی که بهترین رنگ هاست. تنها رنگ زندگی من زلفاست. می دانم اگر به او برسم تمام زندگیم تغییر خواهد کرد. تو می توانی کمکم کنی. زلفا رنگی است که باید به زندگیم اضافه کنم. اکنون خیالم از جانبه دستبرد زدن. دستبرد؟ صندوقچه احادیث. خدا رحم کن. صندوقچه احادیث.